درخواست ملاقات با زندانیان اعتصاب کننده. مسئله پخش صدای شجریان از صدا و سیما. تکذیب خبر توبه‌نامه مرعشی. انتقاد بادامچیان از مشایی. قانونی بودن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. رکود علمی با بازنشستگی استادان. بازداشت 3 تن از هموطنان مسیحی. رسیدگی به اتهامات مهدی جلیل خانی، روزنامه نگار زنجانی. اجباری شدن چادر در مدارس کازرون. تشکیل ستاد مبارزه با پارتی بازی. خانواده‌های زندانیان اعتصابی خواستار ملاقات با بستگانشان شدند. خانواده‌های 16 زندانی اعتصاب کننده اوین که همکنون در سلول انفرادی به سر می‌برند، با ارسال نامه‌هایی به مسئولان قضایی از جمله دادستان تهران، از آنها خواستند که امکان ملاقات با این زندانیان را فراهم کنند. این زندانیان بیش از 21 روز است که هیچ تماس و ملاقاتی با بستگانشان نداشتند. به گفته این خانواده‌ها، اخبار رسیده از زندان اوین حاکی از پایان اعتصاب قضایی آنهاست، اما چون هیچ ملاقات و تماسی با آنها نداشتند، نگرانی آنها از سلامت بستگانشان برطرف نشده است. اغلب زندانیان اعتصاب کننده اوین 3 هفته و برخی از آنها 4 هفته است که با خانواده‌هایشان دیدار نکردند. علی ملیحی، بهمن احمدی عمویی، حسین نورانی نژاد، عبدالله مؤمنی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقنامی، ضیاء نبوی، ابراهیم یا نادر بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دوری، مجید توکلی، غلام حسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد از زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی اند که 2 هفته در اعتصاب قضا بودند. کیوان صمیمی، روزنامه نگار، همچنان در اعتصاب قضا به سر می برد و اعلام کرده تا انتقال همه زندانیان به بند عمومی 350 به اعتصابش پایان نخواهد داد. پخش صدای شجریان از رسانه ملی خواست دشمنان انقلاب است. حمیدرضا ترقی گفته است پخش صدای شجریان از رسانه ملی خواست دشمنان انقلاب است. به گزارش فارس ترقی گفته که چون آقای شجریان راه خود را از ملت ایران جدا کرده است، نمیتوان از پخش صدای وی در رسانه ملی دفاع کرد. وی کارنامه شجریان را در حوادث اخیر ناموفق خوانده و گفته است او با رفتارهای غیر معقول خود را به جریان فتنه نزدیک کرد، به طوری که مورد استقبال رسانه‌های غربی حامی فتنه قرار گرفت. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، به کسانی که از پخش صدای شجریان در صدا و سیما دفاع می‌کنند گفت ملت ایران نمی‌توانند از کسی حمایت کنند که صدایش به طور مشترک از رسانه‌های انقلابی و ضد انقلاب پخش می‌شود. او گفته است دشمن تلاش می‌کند برخی از هنرمندان را در مقابل انقلاب قرار دهد تا با استفاده از مقبولیت و مشروعیت آنها به خواست‌های نامشروع خود برسد. با گذشت چند روز از ماه رمضان، اعتراض مردم به پخش نشدن دعای ربنا با صدای محمد رضا شجریان از صدا و سیما رو به افزایش است. حسین مرعشی گفته است توبه‌نامه‌ای در کار نیست. یکی از نزدیکان سید حسین مرعشی خبر یک سایت دولتی را تکذیب کرد و گفت حسین مرعشی همچنان بر مواضع قبل از زندان خود ایستاده و حتی در دیدار با دادستان تهران به او اعلام کرده که همچنان بر سر صحبت‌هایم هستم و تا آخر دوره محکومیتم هیچ خواسته ای از دادستانی ندارم. این سایت نزدیک به دولت خبر داده بود که حسین مرعشی در فکر نوشتن توبه‌نامه است. به گفته منبع مذکور، حسین مرعشی در زندان و در جواب به سوالات مقامات دادستانی که آیا درخواست عفو به رهبری می‌دهید، گفته است خیر، من چنین درخواستی نمی‌کنم. سید حسین مرعشی، معاون رئیس جمهوری در دوره اصلاحات و عضو حزب کارگزاران سازندگی، سال گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود زندانیان همه بی‌گناهند و اگر گناهی دارند ما هم با آنان شریک جرم هستیم. او سپس پیشنهاد کرده بود که با جمعی چند 10,000 نفری به زندان اوین بروند و خود را تسلیم مسئولان زندان کنند. پس از این مصاحبه و شکایت دادستان تهران، حسین مرعشی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محکوم شد.
این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری و 6 سال محرومیت تقلیل یافت. بادامچیان گفت مشایی پایش را از گلیمش درازتر کرده است. اسدالله بادامچیان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور است، به جای اینکه به وظایف خودش در امور دفتری رئیس جمهور بپردازد، پایش را از گلیمش درازتر کرده و وارد مباحثی می شود که اساساً در تخصص وی نیست. به گزارش آفتاب، اسدالله بادامچیان در پاسخ به اینکه آیا فراکسیون اصولگرایان برنامه‌ای برای بررسی اظهارات مشایی دارد گفت موقعیت مشایی در حدی نیست که اصولگرایان برای بررسی حرفهایش وقت بگذارند. بادامچیان راهیافته تهران به مشایی توصیه کرده است که در سال همت مضاعف و کار مضاعف به مسئولیت‌های ویژه خودش برسد.